مهران خان میره سرمونی که سرشو کوتاه بکنه. بعد از اینکه میشینه سرمونی ازش میپرسه، میگه من فدای مهران خان بشم الهی، من شنیدم مادر زنجان تشریف آورده، نظیران تشریف آوردن مهمان شما. میگه بله بله ایشون تشریف آوردن، یه مدتی مهمان ما هستن. میگه من شنیدم مادر زنجان شما داره گواهینامه رانندگی میگیره. میگه بله همینطوره، مادر زن من دارن گواهینامه رانندگی. من شنیدم شما برای مادر زنجان میخوان یک ماشین آخرین سیستم بخرید. میگه بله قرار یه ماشین برایشون بخرم. من شنیدم شما بعد از اینکه ماشین خریدی میخوای یه سفر لاس وگاس با مادرزنجان بری. مهران عصبانی میشه، برمیگرده به آرایشگره میگه آقا شما با مادرزن من چی کار داری؟ سرتون رو کوتاه کنید. میگه آخه من فدای تو بشم، هر دفعه که من این اسم مادرزنجان شما رو میارم این موهای سر شما سیخ سیخ وامیسته، من راحت میتونم این موهای شما رو کوتاه کنم. اکبر آقا، اسقر آقا میرن بالای دریاچه غورو که نگاه بکنن. اسقر آقا توی باله خوابش میبره. وقتی باله تمام میشه اکبر آقا اسقر آقا رو بیدار میکنه، با همدیگه میرن بیرون. دم در یه خبرنگار از اینا سوال میکنه، میگه آقا جون شما این باله غورو نگاه کردین، لذت بردین؟ واقعا عالی بود، ما واقعا لذت بردیم. چقدر اینا قشنگ رقصیدن و چقدر اینا احترام از قراغه رو نگه داشتن. نه تنها عالی بود بلکه چقدر اینا با معرفت بودن. وقتی فهمیدن این از قراغه ما خوابیده، این با معرفت ها کفشاشون رو در آورده بودن، رو نوک پنجه می رخزیدن که مبادا خدای نکرده این از قراغه ما بیدار نشه. اکبر آقا به اصغر آقا میگه ببینم این فیلم تایتانیک دیده؟ یا آره، چقدر فیلمش رومانتیک بود، چقدر قشنگ بود، من 10 بار رفتم دیدم، ولی یه چیز آخرشم متوجه نشدم، نفهمیدم اینه که اسم دختره تایتانیک بود یا اسم پسره تایتانیک بود. یه خانم سوال میکنن، میگن خانم شما وقتی که سکس دارید با شوهرتون صحبت میکنید؟ میگه والا اگر زنگ بزنه باهاش صحبت میکنم دیگه، چیکار بکنم؟ خب زنگ میزنه که نمیتونم جواب ندم عزیزم، دیگه بالاخره باید باهاش صحبتم بکنم دیگه.